سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم امه نتانیاهو امه نتانیاهو رو بازداشت کردن معلوم نیست از کجا گرفتن این پیرزن رو رفتن گیرش آوردن خیلی هم آدم خوشمشربیه گیرش آوردن ورداشتن بردن غزه یه چهار پنج تا کامیون آدمای دیگر هم بردن 250 تا تا این لستی که من دارم با شما صحبت میکنم کشته روی دست رژیم صهیونیستی گذاشته شده که در مقایسه با کشته صبح نیروهای مقاومت تا الان تعداد کشته های رژیم بالاتره یعنی برای اولین بار فلسطینی ها در طول تاریخ نبردهای های رژیم صهیونیستی یه جنگی رو به اینا تحمیل کردن که تعداد کشته های رژیم بیشتر از طرف مقابل بود فیلمی رو دارید روی صحبت های هم مشاهده می‌کنی مربوط به عمه نتانیاهو هست فردی که در اخبار امروز بعضی از کانال ها دیدم من تایید یارت نمی‌کنم بنده تایید یارت نمیکنم باید بریم جلوتر دقیق ترش در رسانه ها اعلام میشه ولی تا اینجایی که من دیدم گفته این فد عمه نتانیاهو هست بازداشت شده توسط نیروهای مقاومت و به پشت جبهه هم منتقل شده همونطور که خدمت شما عرض کردم آدم خوشمشربیه توی فیلم و تصاویری هم که منتشر شده انقدر خوش اخلاق و با معرفت بوده فلسطینی های سلاح هم به این دادن که این خودش هم دفاع بکنه و این توی تصاویر همونطور که میبینید در کنار نیروهای مقاومت داره دیده میشه حالا بعد بریم جلوتر هویت این آدم دقیقتر مشخص بشه من مفصل خدمت شما عرض کرد اگر موافق باشید بریم بررسی کنیم ببینیم که چه چیزهایی امروز اتفاق افتاده است اینکه به یک باره از خواب بلند بشیم بفهمیم سهیونسا از سوی فلسطینی ها مورد حمله قرار گرفتن و فلسطینی ها به مناطق تحت تسلط سهیونیس ها پیش روی کردن اونا رو تصرف کردن همچین چیزی رو ما در طول این سال ها تال نشنیدیم الان تو من داخل پنتس خدمت شما عرض بکنم الان عمده کارشناسایی که درباره اتفاقات امروز فلسطین صحبت میکنن میگن در طول 70 سال گذشته این ماجرا بی سابقه است آن چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم در طول 70 سال گذشته بی سابقه است همه یه دفعه بلند شدن چتر در آسمان نیروهایی با موتورسیکلت و خودرو را افتادن روی زمین به سمت پایگاه های رژیم سهیونسی موشکان به پرواز در اومدد مشخص نیست این آهنین کجا بوده چرا نتونسته بزنه چرا هر کجا اصابت کردن آتش و فاجعه به راه افتاده فیلم ها و تصاویر مربوط به عملیات نیروهای مقاومت بسیار دلخراشه بسیار دلخراشه من تحت هیچ عنوان امکان انتشار تصاویر کسانی که در این ماجرا جان خودشون رو از دست دادن رو ندارم صرفا میخوام یک نکته خدمت شما عرض بکنم آن چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم بزرگترین قافلگیری در طول تاریخ برای یکی از پرروترین دشمنان ایرانه برای کسانی هست که جشن ایرانی کشیشون هر سال ترک نمیشه میگم بزرگترین قافلگیری به خاطر اینکه رژیم وقتی درباره قصد صحبت میکنه تاکید میکنه برای اینکه من اونجا کلی جاسوس دارم کلی آدم دارم همه چیزو رصد میکنن اشراف کامل به مسئله غزه دارم ببین این همه فراخان زده شده اینا صدها نفر بودن نفوس کردن با خود رو رفتن توی شهرهای مختلف عملیات انجام دادن پاسگاه ها و پایگاه ها و بخش مختلف رو به تصرف خودشون در آوردن اشراف داشتن برگشتن من خلاصه ارزم خدمت شما اینه صدها نفر پیشروی کردن در خاک تحت تصرف سهیونسا اینو بذارید کنار از این عدد خیلی فراتر نیروهای در غزه فعال بودن یه سریاشون پشت موشکا بودن یه سریاشون پشت کوادکوپتر ها بودن به جهت اینکه اینها رو فعال بکنن علیه داشته های رژیم صهیونیستی یه بخش قابل توجهی توی این پایگاه هایی که تحت تصرف قرار دادن و توی بخش هایی که پیشروی کردن رفتن اسیر بگیرن من خلاصی حرفم اینه سرویس های اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی کجا بودن اینا مگه نمیگن یعنی آقا ما جاسوس داریم فلان داریم بیسار داریم چرا نتونستی بفهمی چی داره میشه چرا نتونستی تشخیص بدی چه اتفاقی داره میفته خب این یک شکست وحشتناک و فاجعه باره به تمام معنا برای رژیم صهیونیستی به حساب میاد این حرف بنده هم نیست آن چیزی که داره رخ میده نمیخوام بگم هر تا حرف کارشناس خودشونه میگم هر کی اینو ببینه الان شکست. است یا مثلا همچین چیزی مگه میشه این همه رجز میخون برای ایران به ایران میگفت من تنها چنین میکنم چنان میکنم میزنم داغون میکنم الان با گردن کج و داره نگاه میکنه آمریکا هم اعلام کرده من شنیدم بایدن یه عددی اگر اشتباه نکنم گفته 8 میلیارد دلار کمک میکنم به سهیونسا بابت اتفاقاتی که رخ داده که به لحاظ نظامی بتون خودشون رو مدیریت بکنن یعنی تو در مقابل یه شهر به نام غزه نمیتونی خودتو جمع بکنی آمریکا باید بلند بیاد به تو کمک نظامی بکنه و تو هاج و باج باید وایسی نگاه بکنی بعد برای ایران داری رجز میخونی بعد همزمان داری برای ایران رجز بخونی البته اینم داخل پنتس خدمت شما کنم بسیاری از اکانت ها در رژیم سهیونیسی با وقاحت و گستاخی تمام بر این تاکید کردن که آن چیزی که داره اتفاق میفته به ایران ربط داره من درباره این قافلگیری یک نکته خدمت شما ارز کنم ببینید ما وقتی از فلسطین اشغالی صحبت میکنیم الان داریم از سرزمینی حرف میزنیم که بیش از چیزی در حدود یک سال از ماجرای محسا جینا امینی درگیر آشوب در خیابانهای خودش هست یه نکته داره ببین دو تا نگاه به مسئله آشوبها در فلسطین اشغالی بود بعضی ها میگفتن که این قضیه رو باید یه فرصتی دونست اینا ریختن کف خیابون بزنیم اون کسانی که در رأس هستن دارن گستاخی می‌کنن مملکت‌هایی مملکت هایی مثل مملکت ایران و دیگر نقاط را ناآرام میخواهند و چیزهایی از این دست باید بزنیم آشوب لاششون بکنیم الان درگیر خودشونن یه سری دیگه گفتن نه تو اگر الان این کار رو انجام بدی در شرایطی که مثلا ساختار ارتشش فرو پاشیده نیروی هوایش گفته من توی مثلا عملیات ها شرکت نمی کنم این ور کرده اون ور کرده تو متحدشون میکنی یه نگاه این بود میگفت پس کاری نباید بکنیم در مقابل این نگاه دیگری به مسئله در بین خیلی از کارشناسا و کسانی که تحولات منطقه رو رصد میکنن این شکلی بود که اتفاقا الان اگر یک ضربه اساسی به رژیم سهیونسی زده بشه میتونه پایه های حاکمیت نخست رژیم به عنوان یکی از افراتی ترین و احمقترین دشمنان ایران رو پایه های حکومتش رو میتونه سوس بکنه چجوری میتونه اتفاق بیفته ماجرا خیلی ساده است در شرایطی که او داره برای ایران رجز میکنه یه جمعیتی هم کف خیابونه دارن تظاهرات میکنن ارتش این وره اون یکی اون وره. تو موساد بیانیه دادن 8200 شاکی شده گفته من هم کار نمیکنم همه شاکی هستن حالا اگر بحرانی از بیرون تحمیل بشه همه میتونن فریاد بزنن بگن عامل بدبختی های ما دقیقا خود تویی تو باعث شدی که اینایی که تا الان سر جاشون نشسته بودن کارکریزاشون رو بیشتر کنن جبهاشون رو کاملتر کنن به این جنبندی برسن باید تو روی ما و ما ما وارد تقابل بشن الان اگر اخبار مربوط به رژیم صهیونیستی رو بررسی بکنید میبینید که بعضی از رسانه ها و بعضی از چهره سیاسی به سراحت دارن اشاره میکنن میگن ما عامل حملات اخیر رو حماس و نیروهای مقاومت نمیدونیم شخص نتانیاهو این کار رو انجام داده این کنایه هست به این ماجرا که تو به عنوان یک دولت افراطی اومدی در رأس قرار گرفتی همه چیز رو ریختی به هم و همه رو به جونه هم انداختی در واقع اون چیزی که داره اتفاق میفته میتونه پیامدهای وارونهی برای رژیم داشته باشه حالا باید بریم جلوتر ببینیم که از این ماجرا چگونه استفاده خواهند کرد اینا به شکل ویژه‌ای متمرکز هستن بر اینکه یک پاسخی بدهند یک عملیات پاسخی در نظر بگیرن من میخوام فقط قبل از اینکه بپردازیم به عملیات پاسخی که رژیم روی میز خواهد گذاشت خدمت شما ببینید این دردناکترین ضربش رو و ویرانگرترین ضربش رو و حیرت آورترین ضربش رو در جنگی متحمل شده که خودش شروع نکرده فهمید چی شد؟ همیشه میاد رجز میخونه گستاخی به خرج میده چرا شاخ بازی در میاره به خاطر اینکه اون موقع در اون بازی زمانی در اوج آمادگی خودش رو نگه داشته در اوج هوشیاری خودش رو نگه داشته تو تخیل خودش میگه الان اگر ضربه بزنه دفع میکنم ضربه رو دردناکترین ضربه تاریخی شو که الان خیلی ها میگن در طول 70 سال گذشته این سابقه بوده در نبردی خورده که بهش تحمیل شده یعنی خودش آغازگرش نبوده ذات سهیانی سین شکلیه ذات اینهایی که در رأس در فلسطین اشغالی نشستن این شکلیه اگر ببینن تو دوچار تو چاله شدی ضربه رو بیامون بهت میزنن مثل ماجرای مهسا جینامینی که اینا آرزوشون بود ایران درگیر بحران بشه زیر ساختا رو بزنن برن بشینن سر جاشون و این آرزو بر دلشان مان منتظر وقتی تو دچار مشکلی ضربه رو به تو بزنه اما اگر بتونی از غافلگیری استفاده بکنی به او ضربه بزنی او اثبات کرده که به شکل وحشتناکی آسیبپذیر خواهد بود و میدونید همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم بسیاری در فلسطین اشغالی در مناطق شمالی در مرز با لبنان یه سری فرار کردن رفتی به لبنان نداره از غزه داری ضربه میخوری نه ضربه انقدر حیرت آور بود و انقدر وحشت برای اینها ایجاد کرد که اینا تو تصور خودشون میگن اگر مثلا مقاومت لبنان تصمیم بگیره همچین کاری بکنه چی میشه قطعا بازی تمومه قطعا معادلات به شکل عجیبی به هم میدونید چرا انقدر وحشت زده شدن چون فوق تصور همه ی آن کسانی که در حال رسد ماجرا هستن کاری که مقاومت امروز انجام داد با محوریت غزه عجیب و غریب بود غیرقابل قابل پیش بینی بود از زمین حمله بکنه از دریا حمله بکنه از آسمون حمله بکنه کی فرصت کردی بری مثلا آموزش پاراگلایدر ببینی نه همه اینها رو به یک آورد روی سر اینها در صورتی که اینها نگاهاشون به زیر پاشون بود که الان فلسطینی ها از زیر پاشون یه وقت عملیات نکنن به اینا ضربه بزنن یک شاهکار بینظیر امروز اتفاق افتاده قطعا رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به مقاومت و برای پاسخ به این ماجرا برنامه ریزی خواهد کرد البته من این رو خدمت شما عرض بکنم اینا خودشون یقین دارن که رژیم ضربه به اینا میزنه رژیم اول آخر برنامه برای ضربه زدن به اینها داره تمامی گزارشهایی که من این چند وقته برای شما خوندم داره به این اشاره میکنه که یا در غزه منتظر جنگن یا به زودی میخواد به غزه حمله بکنه یا فرمانده هاشون رو میخواد بسنه خب یه بار دو بار سه بار تو هی میای تهدید میکنی عملیات میکنی از اینها کشته میگیری کودکان اینها رو فجی میکشی زنان اینها رو فجی به قتل میرسونی دفعه چهارم وقتی نگاه میکنه میگه من 500 600 تا موشک برای شلیک دارم اینم هر بار میاد علیه من عملیات میکنه به شکل فجی از من آدم میکشه در دنیا هم هیچکس نمیگه این کارش محکومه همه هم سکوت میکنن بعد من میام 400 500 تا موشکم و شلیک میکنم 90 درصدشو رو گنبد آهنی میزنه خود چه کاریه این دفعه شلیک میکنم تو که هر روز داری تو رسانات میگی میخوام رهبران مقاومت رو ترور کنم خب این دفعه من میزنم 500 600 تا رو بعد وای میسم ترورم کن حداقل دلم نمیسوزه بگم همینجوری مف کشته شدم نه یه حال اساسی ازشون گرفتم دوستان این درک چه زمانی اتفاق افتاده زمانی که یک دولت افراطی احمق در فلسطین اومده روی کار و وقتی فلسطینی نگاه میکنه میگه خب من چاره ای ندارم جز این که منتظر باشم تا موشکش بیاد رو سرم چون این همش داره تهدید میکنه چون این همش داره رجز میخونه من دارم روی این مانو ویدم به خاطر اینکه سهیونسا سال امروز این قضیه رو فهمیدن در فلسطین اشغالی خیلی ها الان بیشتر از اینکه از حماس عصبانی باشن از نتانیاهو عصبانی که فلان فلان شده تو زبون اینا رو درست کردی و تو ترس اینها رو ریختی و الان خیلی هاشون دارن به این فکر میکنن که خب این غزه است یه بازی در آورد الان همه ریختن به هم و همه دوچار وحشتن حزب الله لبنان بخواد بازی بکنه چی میشه تو مرحله بعد رژیم تهدید کرده که پاسخ خواهد داد قطعا به شکل بیرحمانه و کثیفی اینها برای کودکان و زنان غزه و به جهت آتش ریختن روی سر اینها برنامه دارن ما همه این رو میدونیم هیچ کس از لحظه ای که عملیات بچه های مقاومت شروع شده نبوده که بی از این که اینا کار دارن با ولی بحث اینجا هست که آیا لحظه ای که میخوای غزه رو زیر ضربه ببری به اتفاقاتی که در کرانه باختری رخ خواهد داد فکر کردی برای اسرایی که روی دستت مونده چون غزه ای ها اینا یقین داشتن که وارد یک جنگ تمام ایار میشن و مشخص خیلی فکر کردن یعنی اتاق فکرشون خیلی آدمای باهوشی پایکار بودن درست فهمیدن چیکار باید بکنن چون لحظه ای اول این کامیون کامیون روی صحبت من دارید بخشی از تصاویر رو میبینید همینجوری اسیر بار زده برده غزه. به هر کسی که رسیده اسیر کرده چرا به خاطر اینکه او یقین داره که اینا میخوان کسی بازی بکنن حالا تو مرحله بعدی یقینا کرانه باختری به بازی اضافه میشه تو مرحله بعدی یقینا بچه های مقاومت آنهایی که در خود فلسطین اشغالی هستند در تلاوی و کجا و کجا رفت و آمد دارن برای انجام عملیات های فداکارانه قطعا اینها به بازی اضافه خواهند شد قطعا سایه نیروهای فلسطینی بر سر رژیم بیشتر خواهد شد و پررنگتر خواهد شد قطعا هکرها پررنگتر بازی خواهند کرد همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم اخباری در رسانه منتشر شده تحت عنوان که هکرها برق نمیدن فلان شهر رو زدن و فلان جا رو زدن این قطعا پیشیده تر خواهد شد چرا؟ چون یه خورده باید بفهمه بازی تمام ایار نه با وجود همه مرزها نه با درگیر شدن همه ازلا نه با اینکه ایران بیاد پای کار حزب الله عراق بیاد یمنی چی بکنه اون ور فلان بکنه همه اینها نه همین خود فلسطینی ها بخوان باد بازی بکنن مثل این داستان هایی که این چند وقت دیدی نیست اینا تصور کرده بودن که ظرفیت فلسطین در یک تقابل همین چیزایی که تو این چند وقت دیدن الان ریس برنده و پهبادا رفتن بابای اینا رو در تو همین ده که گذشته فهمیدن اصلا مدل جنگ فرداره اینا اصلا برای جنگ با فلسطین آماده نیستن و قافلگیری نشون داد که سرویس های اطلاعاتی اینها سرویس های امنیتی اینها همه آنهایی که تهدیدات رو در طول این سالها اومدن برای رژیم صهیونیستی دو تا چهار کردن گنگ زدن در شناخت تهدیدات اصلا درکی از سوانه طرف مقابل مشخص شد اینا نداشتن چون تو همین ماجرا مقاومت فلسطین اثبات کرد که اصلا مدل بازیش فرق کرده اصلا مال لیگی که سهیونس درش باشه نیست مال یه لیگ بالاتره یه صد بالاتر باید توپ بزنه اصلا اینا تو معادلاتش نیستن و من یه چیزی خدمت شما عرض کنم الان وقتی نگاه میکنیم فضا رو خیلی نیروهای مقاومت سریع اومدن تیکه های انداختن به عربستان و دیگرانی که میخوان عادی بکنن روابط رو با سهیونیسا الان اسماعیل حنیه اصار نظری ازش منتشر شده خطاب به مقامات عربستان سعودی گفته این کسایی که میخوان روابط رو عادی سازی بکنن حواسشون باشه رژیم از خودش نمیتونه دفاع بکنه چه برسه بخواد برای دیگران فکری بکنه تیکه داره به همه اینها خب ببین یه جایی ما وقتی میشستیم صحبت میکردیم میگفتن اصلا حمایت از فلسطین نتیجه میده کاری میتونه بکنه آقا به موشک مجهز شده به فلان مجهز شده نه همه اینا رو میدونم نتیجه میده عادی سازی بشه بهتر نیست نه اون چیزی که من ایران و یارانم میگیم اتفاق خواهد افتاد ما پاشوای میسیم هزینه میدیم مدل بازی رو به هر شکل ممکن عوض میکنیم امروز توی یمن ملت ریختن کف خیابان جمعیت بسیار پرشور از خوشحالی اتفاقات فلسطین در عراق جمعیت پرشور ریختن کف خیابان ها در ایران همه خوشحال بودن در ایران همه پرشور بودن توی بعضی از میادین هم من شنیدم از جمله میدان فلسطین فراخوان برای تجمع زدن در دیگر کشورهای مقاومت اوضاع به همین شکله هر چی اینا خوشحال تر بشن اون کسایی که حامی فلسطین هستن هم جایگاه و شخصیت و آقاییشون بیشتر میشه مثل چه کسانی مشخص است من منظورم دقیقا ایرانه مثل ایران که تمام وقت پای این قضیه وایساده چه کسانی خار هستن الان عربستان سعودی خار ماجرا هست اردنی ها همینطور اماراتی ها همینطور همه بی غیرت های بی شرفی که از فلسطین کوتاه آمدند فلسطینی ها هم سنی هستند و هم عرب ایران شیعه آمد پای این های ایستاد همه این هایی که ادعاشون میشه این حکومت های کشورهای عربی رو میگم این حکومت هایی که ادعاشون میشه حکومت سنی هستن و حکومت عرب هستند. همه این ها اینجا اثبات شد که غیرتشان را فروختن رفته شرافتشان را آن رفته انسانیتشان را فروختن که ایران اومده پای این قضیه و حالا دارن خروجی میگیرن با مدل ایران دارن با آن چیزی که ایران گفته است بازی میکنن و نتیجه میگیرن کمی صبور باشید بعد بریم جلوتر ببینیم که ادامه این ماجرا چه خواهد شد من سعی کردم یک روایتی از آن چیزی که امروز رخ داده است به شما ارائه بدم این ماجرا رو پیش خواهیم برد قطعا رژیم صهیونیستی تلاش میکنه ضرباتی که میزنه به ویژه به کودکان و غیر نظامی ها دردآور باشه که فشار بر مقاومت به جهت کوتاه آمدن و به جهت پذیرش صلح و عدم ادامه جنگ خیلی زیاد بشه اما باید بریم جلوتر ببینیم که ادامه ماجرا چه خواهد بود تا اینجای کار همه بر این باور هستن که سید علی حسینی خامنه ای دو سه روز پیش که اشاره کرد به مسئله فلسطین و تاکید کرد که جوانان مقاومت همه را از دست این جرسومه آلوده کثیف نجات خواهند داد دلیلی برای این حرف داشته علتی داشته یه چیزی پشت قصیه بوده الان رگه های از این داستان داره مشخص میشه باید بریم جلوتر ببینیم که ادامه ماجرا چگونه خواهد بود آنهایی که هر سال ایرانی کشی رو جشن میگیرند آنهایی که عکس کورش کبیر و اسمش رو روی در و دیوار زدن روی خیابون‌هاشون زدن روی پول‌هاشون زدن چون میگن لطف تاریخی و تمدنی به ما کرده اما از ایرانی بعدشون میاد اما با ایرانی دشمنن اصلا بحث من جمهوری اسلامی نیستا همین که جشن ایرانی کشی برگزار میکنن یعنی با ایرانی دشمنن چرا جشن عرب کشی برگزار نمیکنی چرا جشن چینی کشی برگزار نمیکنی چرا جشن مثلا یوگوسلاوی کشی برگزار نمی... با ایرانی دشمنی تو ذاتا با ایرانی دشمنی آنهایی که با ما دشمن هستن استحقاق بدترین اتفاقات در آینده پیش رو را دارن من طول انترش نمیکنم اگر کسی نقطه داشت بود حتما در قالب بیان برای ما بفرستید خودتون رو برای حیرت آورترین ها آماده بکنید خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر